مرکز عدالت طاهره در 15 سال اخیر فعالیت‌هایش را در حفظ جان زنانی که در هر نقطه جهان از دست خشونت‌های جنسی فرار کرده اند تمرکز بخشیده است. این سازمان غیرانتفاعی در سال 1997 میلادی توسط خانم لیلی میلر مورو که به اصل برابری زنان و مردان باور دارد پایه‌ریزی شد. نام سازمان برگرفته از نام طاهره قرة‌العین شاعره بهائی است که در تاریخ به عنوان اولین بانوی ایرانی ثبت شده که در برابر مردان نقاب از چهره برداشت تا گامی به سوی این برابری برداشته باشد. تحقق عدالت و به وجود آوردن احترام تو زندگی زنا و دخترای شجاع و طالب آزادی که در معرض خشونت قرار گرفتن هدف اصلی مرکز عدالت طاهره است. گرچه اون چیزی که به سر اونا اومده خیلی ناراحت کننده است، ولی همین که اونا تونستن از موقعیت قبلی خودشون رها بشن و برای گرفتن کمک بیان پیش ما، از اونا یه قهرمان ساخته، حتی قبل از مراجعه به ما. برای اینکه این مرکز بتواند به این خانم‌ها کمک کند، داوطلبان و کارمندان این مرکز که شامل طیف وسیعی از افراد هستند، خدمات حقوقی مجانی برای این بانوان و فرزندانشان که قربانی خشونت و اهانت در کشور خودشان بودند، فراهم می‌کند. این مرکز تونست با عوض کردن قانون‌هایی که در اینجا وجود داره یا از قانون‌هایی که هست، از طریق وکلایی که خدمت خودشون رو به صورت مجانی به این مرکز ارائه کرده بودن، بتونه از حق این دخترها و این خانم‌ها دفاع بکنه و 13,000 کیس تقریبا هستش که انجام شده در طول این 15 سال. و چیزی که خیلی مهمه اینه که 99% این کیس ها برنده بوده. ما خدمات کاملی رو برای مراجعه کننده ها به مرکزمون فراهم میکنیم تا اونا بتونن از خدمات اجتماعی، پزشکی، حمایت های روحی و روانی بهره مند بشن و حتی تو پیدا کردن محل سکونت هم بهشون کمک میکنیم تا بتونن زندگیشون رو از نو بنا کنن. مرکز عدالت طاهره بر اساس قوانین ایالات متحده از زنها و دخترهایی حمایت میکنه که از انواع خشونت رنج بردن، مثل تجاوز، خشونتهای خانگی، ختنه دختران، خرید و فروش انسان و انواع دیگه خشونت که منحصر به یه فرهنگ یا یه دین نیست. وقتی شما داستانهای دردآور این خانمها رو که مرکز طاهره رو برای دسترسی یافتن به عدالت میشنوین و یا داستان‌های این زنانی که شانس فرار رو از دست شرایط خفقان‌آوری که توی اون قرار گرفتن پیدا میکنن و میخوان زندگی‌هاشون رو دوباره بسازن میشنوین، خیلی خوشحال میشین. به خصوص وقتی که این مرکز رو پیدا میکنن بعد مطمئن بشن که توی این جهان هم خدایی هست. در کشور نیجریه وقتی شما مرد هستید، رسم بر اینه که باید زن را مطیع خود کنید تا در آینده بر علیه شما کاری انجام نده و روی شما دست بلند نکنه. خانواده شوهرم فکر میکردن که خیلی باعث آبروریزیه اگه من طلاق بگیرم، برای اینکه من مثل ملکشون بودم. اگه من به پاکستان برگردم، اونا منتظرم هستن که منو بکشن و بچه هم ازم بگیرن. یکی از کشیش‌های من خیلی نگران بود که شوهرم منو بکشه. من مجبور شدم که از لاگوس به ایالت دیگه برم، فقط برای اینکه پنهان بشم. برای اینکه یادم میاد شوهرم یه روز به من گفت من تو را میکشم و پاشم میایستم. و البته اگه اون این کارو میکرد هیچ تاوانی در نیجریه پس نمیداد. من خیلی ناامید بودم و احساس میکردم که زندگیم دیگه تموم شده. میدونم کسان دیگه مثل من هستند و میخوام اونها هم بدونند راهی نجاتی هم هست. من خیلی مشکلات داشتم و زندگی برام خیلی سخت گذشت، ولی حالا میخوام از مرکز عدالت طاهره تشکر کنم، چون این مرکز خیلی بهم کمک کرده و من خیلی خوشحالم. اونها تقریبا 7 ساله که بهم کمک میکنن و خیلی دوستشون دارم. طاهره زندگی من و 3 تا دخترم رو نجات داد. اینجوری بهش نگاه کنید که شما زندگی یک انسان رو تحت تاثیر قرار میدید و واقعا زندگی یک فرد چه ارزشی خواهد داشت در این دنیا اگه صرف محبت به
دیگران نشه. شما هم میتونید در این خدمت شریک بشین و به طاهره کمک کنید. میتونید بر علیه این ظلم ها سخن بگین. این به یک فرهنگ به خصوصی بر نمیگرده. اگه چیزی در یک فرهنگ به نظر عادی و قابل قبول بیاد، دلیل نمیشه اون رو به عنوان یک کار درست قبول کنید. صدای اعتراضتون رو بلند کنید و به این فعالیت ملحق بشید و کمک کنید این سکوت رو بشکنید. بعضی وقتا مردم از موضوعاتی چون حقوق زنان و قوانین مهاجرتی میترسن. خیلی حتی نمیدونن که در ایالات متحده هم زنان تحت ظلم و ستمن. به همین دلیل فکر میکنم فکر خوبی باشه که به طور مداوم با دوستامون، با همسایگانمون، با دیگران هم در این موارد صحبت کنیم. اگر هم چیزای زیادی نمیدونیم، حداقل این موضوع ها رو بیان کنیم. برابری حقوق مرد و زنا دوبال یه پرنده. این موضوع باید برای آقایون مهم باشه که به خاطر بیارن که این مسئله نیست که برای زنا اتفاق میفته، بلکه اگه یه بال ما بتونه فعالیت کنه، ما به عنوان جامعه بشری نمیتونیم پرواز کنیم و این خیلی بده. این رو ما آقایون در درون خودمون باید به وجود بیاریم که این مشقات فقط برای یکی دیگه اتفاق نمیفته، بلکه برای خود ما و جهان ماست که داره اتفاق میفته. مرکز عدالت طاهره امیدوار است که فرهنگی به وجود آید که در آن همه به این موضوع واقف باشند که دارای ارزش هستند و صرف نظر از جنسیتشان از حقوق و موقعیت‌های مساوی برخوردارند. امسال 15 سال تأسیس مرکز عدالت طاهره است. با رفتن به سایت www.tahere.org اطلاعات بیشتری را در ارتباط با این مرکز دریافت کنید. Let's go.